با هدف هرچی بهتر ارائه خدمات صحی برای بیماران، مبارزه علیه فساد اداری، سلوک نیک با مراجعین، درک مسئولیت و امر به معروف و نهی از منکر، جلسه آگاهی دهی برای کارمندان شفاخانه تدریسی میوند برگزار شد. در این جلسه معاون مالی و اداری پهنتون هدف از این جلسه را آوردن نظم هرچی بهتر در امور این شفاخانه عنوان کرده و از کارمندان شفاخانه خواست تا مسئولیت های خیش را به وجه احسن انجام دهند. تاس باید دیر متوجه وسی او دیر پدی موضوع که دغه وسی جدیت وکړي چې مثلا د عام مریضان سره یا د عام مراجعین سره په ډېر ښه طریقه سره سلوک وکړي او ډېر ښه برخورد سره وکړي. خدای مکړه چې بد برخورد یا بد سلوک د چا سره ونه شي. عزیزو مسلمانانو، الله رب العالمین قرآن کې فرمایي، تاسو نه دی همیش د پاره، تاسو نه دی تل یو جماعت داسې وي چې هغه دی خیر ته خلک را دعوت کوي. او خیر تفسیر امدا دی چې ورپسې قرآن کې الله وایي چې تاسو به امر په معروف کوي او منع به د منکر نه کوي. او څوک چې خیر ته خلک دعوت کوي چې هغه امر په معروف دی او نهی د منکر دی، او کامیاب خلک همدا دی، الله رب العالمین فرمایي. همچنان دکتر محمد هاشم زازه معاون امور مؤسسات صحی پهنتون بر تداوی و عرضه خدمات صحی با کیفیت برای بیماران از این شفاخانه تاکید کرد. پرسنل ته دغه په کار دی چې اغه کم ټریننګ دی استادانو لاره په مونږ ترا کول کیږي په ماغه سیستم سره د مریض خصم ماینه وو دی ته ونه ګورو چې دا یو عادي مریض دی، یو عادي تاریخچه غونتی واخلو او همداسې یو دوه قسمه دوا ورته ولیکو په نسخه باندې رسخت کو. نه، مریض نه هیستوري ټیکینګ او د دې دغه مکمل فزیکی معاینات او همدارنګه لابراتواري معاینات و دی باندې به د موږ وساسو ډیر تاکید وسی. از سوی هم دکتر سید رسول منگل رئیس شفاخانه تدریسی میوند بیماران را نیازمندترین افراد در جامعه دانسته و باید با مریضان برخورد نیک صورت گیرد. موږ به اطاعت کوو، ښه کار بکوو، مریض سره به ښه برخورد کوو. مریض ضرورت لري چې ښه لفظ، ښایسته اخلاق و لفظ واوري. دیدی پتامه ده. در همین حال معاون مالی و اداری پهنتون علوم طبی کابل بعد از ختم جلسه از بخش‌های مختلف این شفاخانه نیز نظارت کرد. پهنتون علوم طبی کابل اولین نهاد تحصیلی در افغانستان.